خانم ها آقایان، خطرناکترین بازیکن حال حاضر فوتبال ایران نزدیک محوطه جریمه مهمون برنامه ورزشگاه هست. کسی که شما وقتی مقابلش قرار میگیرید یا باید مراقب باشید توپ از بین پاتون رد نشه، یا توی یک چشم هم زدن ازتون عبور نکنه، یا توی محوطه جریمه ازتون پنالتی نگیره. تازه اگر این سه تا اتفاق نیفته احتمال داره که توپ به طور دروازه‌تون بچسبه. مهدی قائدی اینجا پیش ما، سلام، خیلی خوش اومدید. خب منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه دوستان عزیزتون و همه بینندگانی که دارن این برنامه خوب شما رو می‌بینن، در خدمتتون هستم. زنده باد. خدمت از ما جناب قائدی، خیلی خوش اومدید. برای اینکه همکاران ما توی کپشن شما بنویسن بازیکن استقلال، بازیکن شباب اهلعلی، بازیکن سابق استقلال، چی بنویسن، این سوالا باید بپرسم تا بتونم بنویسن. الان با توجه به تعاملی که آیه حجت سید کریمی مدیر عامل محترم باشگاه استقلال با مدیران شباب الاهلی داشتن، من خبر دارم که 1,000,000 درهم جریمه بخشیده شد، اما بقیه پولا میتونن جور کنن با توجه روابطی که دارن شما تو استقلال بمونید؟ خب یکم هم زود رفتیم سراغ این سوال. سابق استقلال سابق یا فعلی استقلال؟ به قاعده بود، قاعده و قاعدی. من که با سید که صحبت کردم دیروز بود، خیلی مفصل با هم صحبت کردیم راجع به این موضوع. من خب حال حاضر بازیکن شباب الاهلی هستم در حال حاضر، چون قراردادم تمام شده با باشگاه استقلال، چون من یک سال قرضی اومده بودم و از امروز مذاکراتمون با باشگاه شباب الاهلی شروع شده. یعنی که حالا ببینم بس چه مبلغی توافق میکنن یا نمیکنن، اصلا نمیدونم برنامهشون چیه، چون من خودم تو اردو بودم، احتمالاً تو این دو سه روز آینده میرم دبی و ببینم برنامه چیه. و آقای کریمی هم خب خیلی پیگیر بودن، حالا من با مدیر برنامه هم صحبت نکرده بودم و منم ممنونم از مدیر برنامه هم. خیلی زحمت کشید از پارسال که منو با چه وضعیتی آورد استقلال، و خودش هم یکی از استقلالیای دو آتیشه که من میتونم همینجا بگم ممنونم ازش، و رابطه خیلی خوبی هم با آقای کریمی داره. حالا امیدوارم که صحبتای که داره انجام میشه آخرش به نفع ما و استقلال باشه ان شاء الله. مهدی بیا صحبت کنیم در مورد فصلی که پشت سر گذاشتی. شخصی اگر بررسیش بکنیم فصل درخشانی برای تو بود، تو مرز آقای گلی رفتی، بازیای سختو در آوردی، هر جا خواستی رد شدی، هر جا خواستی پنالتی گرفتی، یه سری ها رو نگرفتن، ولی در نهایت استقلال قهرمان نشد. از آغاز برای خودت بگو، شاید بعد از برگشتن چند هفته مهدی قائدی همیشگی نبودی، ولی یهو اوج گرفتی. خب اول فصل که اومدم، یعنی پیشنهاد استقلال بهم خورد که میخوام برگردم، خیلی حس حال عجیبی دوباره بهم دست داد. حس کردم که یعنی دوباره دارم یه پیشنهاد، یعنی اولین پیشنهادی که از ایران به من اومده از تیم بزرگ استقلال، چون من از بچگی عاشق استقلال بودم و همون حس حالی که اول فصل 96-97 بود اومدم استقلال، همون حس رو بهم دست داده بود، و ولی با تجربه بیشتر. بعد که اومدیم حالا قرارداد و روالش رو رفتیم، حالا به اون موضوع هم میرسیم، صحبت میکنم حتما راجبش. روزی که قرارداد بستم خیلی روز خوبی بود برای من، و من به خودم ایمان داشتم که امسال قراره اتفاقای خوبی برای من بیفته اینجا، هم از آقای مدیر عامل بود یادم رفت فامیلیش الان، آقای آجولو و آقا سعید، خیلی زحمت کشیدن که من آوردن استقلال. ولی خب میگم اولش خیلی خوب پیش رفت برای من، من تونستم تو اولین بازیم، همین که مثلا من پیش فصلم با تیم شباب الاهلی اصلا تمرین نکرده بودم، بدنم شاید زیاد آماده نبود که اول فصل بخوام فیکس بازی کنم، حالا اونم نظر مربی بود، ولی خب تو اولین بازی تونستم یه عملکرد خیلی خوب داشته باشم. و چند هفته هم گذشت، خود مربی هم با من صحبت کرد، گفت که شما یکم بدنت عقب‌تر از بازیکناست، و خودم قبول داشتم. ولی خب کم کم با این بدنسازی که انجام دادیم تونستم بدنمو به خود بازیکن‌ها برسونم. ولی خب یه جایی مثلا هفته ششم هفتم بود دیگه، من واقعا دوست داشتم دیگه بازی کنم، چون بدن خودم هم میشناختم دیگه، آماده بازی کردم بودم. ولی خب دیگه اون نظر مربی بود، من فکر کنم تا هفته 17ام 4-5 تا بازی فیکس بیشتر بازی نکردم، یعنی اگه بازی هم می‌کردم دقیقه 50 میومدم بیرون. آره. و بعد از بازی ملوان موتورتون رفت. آره ملوان بود که دیگه از اونجا استارت خورد، و یعنی قبلش تراکتور بود،
جام حسبی من تعویضی باز اومدم تو. چقدرم بازی حساسی خیلی. بود انتقامی بود دیگه. دقیقاً اون بازی رو من دو تا پنالتی گرفتم، بعد بازی بعدش با سپاهان بود که من دقیقه 85 رفتم تو زمین. نه این خیلی موضوع عجیبی بود برای خود من. ولی خب حالا بعدش وقتی درخشیدید بازی با تراکتور ترکیب برنده دست. آره ولی خب میگم یکم طول کشید تا من به ترکیب استقلال اضافه بشم و شاید میگم شاید یک سری از امتیازی که از دست دادیم یا حالا اتفاقایی که افتاد میتونه باعثش این باشه. شما تو دربی ها ببینید در سال 99 و 1400 اینا خب همینجوری اینجوری بود که پرسپولیس مثلا 2-1 جلو بود، شما باعث گل دوم میشدید، استقلال برمیگشت تو پنالتی دوبار پشت سر هم پرسپولیس رو شکست دادید. امسال چرا دربی ها در نیومد برای استقلال؟ ما نمیدونم چه جوری باید بگم این موضوع رو. همینقدر خالصانه و صادقانه که دارید صحبت میکنید. قبل از دربی برگشت لیگ ما تو بهترین شرایط یعنی فرم ایدئال بازیمون بودیم، یعنی خیلی خوب بازی میکردیم با کیفیت، ولی خب میگم اون بازیه میتونست اصلا برگشت رو میگم میتونست اصلا اون دقیقه چهاری که پنالتی بود یا مثلا حالا هر اتفاقی که افتاد دیگه گذشته الان نمیخوام راجعش صحبت کنم زیاد. اتفاقا خوبه تاکید داری که پنالتی بود. آره 100%. اگر اون بازی مثلا ما گل میزدیم دقیقه 4-5 اصلا یا گل نمیشد، اصلا امکانش هم هست، خیلی شرایط بازی متفاوت میشد. چون اون دربی کلا اصلا کل دربیا تک موقعیت به نظر من، چون بازی متعادل بود که نه ما حمله میکردیم نه پرسپولیس حمله میکرد. حالا اونم دقیقه 50-60 بود که حالا روی اتفاق، یعنی روی یه نیم موقعیت ما گل خوردیم. دربی به نظر من، حالا من تجربه که تو این چند سال از دربی دارم، دربی اینقدر ذهنیتت از بقیه بازیکن‌ها بالاتر باشه بازی رو میبری. یعنی تو نمیخواد ذهنیت 100% داشته باشی، یعنی هر کی همه نیمه شما یک باشی اون بازی رو میبری. و من فکر میکنم ذهنیتمون خوب نبود دربی برگشت و همینطور دربی حسبی گلو دقیقه حساس زده بودی، نظر روحی تیم شما رفته بود بالا، پرسپولیس اومده بود پایین. آره منم خیلی من خودم تو اون صحنه اینقدر گریه کردم از خوشحالی و حالا صحناش در نیومد و خیلی لحظه حساسی بود. یعنی که از فکرم بگم 15 دقیقه خوشحال زندگی من بود. سدوسن حسینی که میزنه تو سرش میره تو درد، یعنی اصلا شوقی باید میکنید. حالا این ذهنیت بوده، خوشحالم هستید، گل مساوی هم شما زدید نزدیک به ضربات. خب چی شد یه دوباره دومی رو خوردید؟ ببین ما اومدیم سمت بازی تموم شد اومدیم سمت نیمکت، ولی اونجا من خودم به شخص میگم که هیچی رو ندیدم بالا سر تیم باشه که بخواد تیممون رو جمع کنه. چون من خودم نمیتونم، چون اون پرستیژ رو ندارم که بخوام همه بازیکن‌ها رو جمع کنم. این بعد از اخراج ساپینتو بود یا قبلش بود؟ بعد از اخراج ساپینتو. فهمیدی اصلا چی شد اخراج شد؟ یا نه تو اومد فقط اون صحنه ندیدیم. آره بعد فقط دیدم نیستش. ولی یو دیدم همه دارن صحبت میکنن، اصلا کسی نبود. منظورتون کسی نبود؟ بعد همه گفتم بردیم گفتیم چی؟ مثلا خود آقا سیدم میگفت مثلا روزبه چشمی حالا اینا صحبت میکردن گفتن نه کجا بردیم ما، همه تو ذهنیتشون این بود که بردیم. از بیرون هیجان میومد به تیم وارد میکردن. گفتم ما الان یکی یکیم، دو تا 15 دقیقه وقت مونده و الان کارمون سخت‌تره، چون ما تعویضامون هم کرده بودیم، فکر کنم 5 تا مهاجم ما تو زمین داشتیم. این خیلی کار برای ما سخت میکنه، چون حالا تو فاز دفاعی من که دیگه دقیقه 90 بود هم خستگی ها بود، حالا اون که جای خود داره، ولی میگم ما 5 مهاجم بعد انقدر تو ما 15 دقیقه بد بازی کردیم، یعنی بدون تاکتیک اصلا هر کی برای خودش. آره هیجان داشتیم، اون هیجان فقط توسط هوادارا بود که یعنی یه جوری ما رو تشویق کردن. اون بازی من اولین بارم بود که یعنی تو این چند سالی که استقلالم انقدر طرفدارامون فوق‌العاده بودن. اون بازی ذهنیت ها به این سمت رفته بود که پرسپولیس لیگ رو برده، استقلال حذفی رو مثلا میبره. ساپینتو بعدش متوجه شدید که چرا اخراج شده بود؟ پرسه تو رختکن تو اتوبوس وقتی فردای بازی اصلا متوجه شدید؟ من خیلی برنامه ها رو دنبال کردم، یعنی دنبال یه دونه موضوع بودم که ببینم چرا اخراج شده باشه. یعنی همه میگفتن فوش داده یا اومده تو زمین یا مثلا خودش باش صحبت کردید؟ خودش که اصلا ناراحت بود، من که هنوز نتونستم باهاش صحبت کنم. از بعد از بازی دربی دیگه باهاش صحبت نکردم. ولی من میگم
خیلی مربی خوبی بود با. یعنی یک مربی فوق‌العاده، هوادارم دوستش داشت، کادر خیلی خوب، فنیش فوق‌العاده، ولی یه سری اشتباهات هم داشت. چه اشتباهی داشت؟ همین که مثلا ما دوتا بازی رو میتونستیم با بودنش بهمون کمک کنه از نظر ما، مثلا محرومیت یا مثلا حالا اون دربی واقعا ناحق بود، یعنی اخراجش اونو من میگم، منم به حد به شخص جمع سیاه خودشو باید رو بیاد اینا مصاحبه کنم چی شد. حالا نه خودشون بالاخره مصاحبه میکنه، اون که بیپاسخ نمیمونه، ولی میگم اگه دربی بود خیلی کمک میکنه. در مورد دربی و شهرآورد صحبت میکنیم، تو توی دوتا شهرآورد اخیر یعنی مهدی قائدی درخشانه، اصلا اسلحه کشنده استقلال، میرسی به شهرآورد افت میکنی به جز دقایق آغازین. دلیل افت شخصی چی بود؟ دانیال خیلی خوب بود اونور یا نه ذهنی تو به هم میریختی؟ چی بود؟ خب ببین دربی من همیشه میگم خیلی بازی که با همه بازی ها متفاوته، شما هم باید خوب استراحت کنی، هم باید ذهنیتت کامل کامل فقط برای این بازی باشه، اصلا خیلی عوامل دیگه. ما قبل از دربی با هم بچه ها یه دل شده بودیم که باید این بازی رو ببریم، یعنی هر جور شده باشه. حالا من خودم نمیدونم چرا این اتفاق تو این دربی آخر برای من افتاد، نمیدونم واقعا چرا. آره کم نزدی، حالا اونم بهش میرسیم. دانیال خب خیلی بازیکن خیلی خوبیه، قابل احترام، منم دوستش دارم و بچه مؤدبیه. میگم خب اونا هم آنالیز میکنن، ما هم آنالیز میکنیم. میگم دربی، این دربی ما خیلی بد شروع کردیم احساس میکنم و یه گل تقریبا زود انگام خوردیم و میتونستیم به بازی برگردیم، ولی خب چند تا صحنه خیلی خوب داشتیم که نرفت و من مخصوصا اون تک به تکی که من خودم نیمه دوم اوایلش گیر اومد، من خب یه لحظه چرخیدم، یه لحظه سیاهی جلوم دیدم علی بیرامد. آره من خب بعید نمیدونستم که علی بخواد بیاد روی خط 18 قدم، خیلی فاصله بود. من فکر کردم یه لحظه مثلا حالم بد شده یا مثلا اتفاقی افتاده، یهو دیدم یه چیز سیاه جلومه، بعد دروازه رو خالی دیدم، بعد زدم مثل که حالا خورد به اینجای صورتش، متاسفانه نشد، ولی خب میگم این چیز عجیب غریبی. علی بیرامد میگفت میخوام توی اردوهای تیم ملی، حالا یه سری کری مثل که با شما و یه سری از بازیکن استقلال داشت، چی شد اردو تیم ملی به چای بردن واسش بالاخره؟ چای برای چی؟ من علی بیرامد میگه آقا ما تو شهرآورد بردیم و اینا ما رو پوست ما رو کندن و مصاحبه هاشون رو بیام توی تیم ملی بعد واسم چای بیارن و کری میخونم و خب ببین کری جزء فوتباله به نظر من، یعنی نباشه که لذتی نداره، ولی یه حدی داره دیگه، یعنی تا یه جایش مردم میپذیرن، از یه جایی به بعد دیگه توهین حساب میشه، ولی من خودم تا جایی که شده اینو حفظ کردم، یعنی حالا همه بازیکنای تیم خودمون، حالا اون حرکتی هم خونده بنده خدا زیاد. آره من کاری ندارم با این موضوع، ولی خب بالاخره حالا علی هم خب یکی از گلرهای خیلی خوب کشورمونه، میتونه تو سالهای آینده تو تیم ملی حالا خیلی کمک کنه به مجموعه تیم ملی، و من حالا اون حرکتی که انجام داد خب ما خودمونم، یعنی هر کسی دیگه بود، حالا امکان داره تو اون چی بهش میگن، تو اون فضا، تو اون جوی که قرار میگیره انجام بده، و حالا عذرخواهی هم کرد، حالا بنده خودم که تو بازی تیم ملی آسیب دیدگی خیلی بدی دید، من نزدیکش بودم، کلاً اصلا یه چیز وحشتناکی بود. آقای قائدی، شما، آقای محبی، آقای رضامند، برای چند تا از بازیکن‌ها خیلی بازیشون به چشم اومد در استقلال، همه زحمت می‌کشن، اما شما بیشتر به چشم اومد، یعنی اول اینو بگم که خیلی خوب کار کردید، خیلی اما بهش فکر کردید که شما از استقلال تشریف بردید امارات، استقلال قهرمان شد، تشریف بردید ایران، شباب علی قهرمان شد. چرا؟ جمعه هم همیشه واسه جا خالی میده. خیلی عجیبه. آره من اتفاقا خیلی به موضوع مثلا چون تو این فضای مجازی پخش شده بود، من خودم میدیدم خندم میگیره، و از این به بعدم گفتم هر تیمی میرم یه قرارداد یک ساله میبندم به شرط که سال بعد قهرمان شه. آره حالا نمیدونم این چه حکمتیه، ولی خب خدا رو شکر حالا هر اتفاقی که میفته، ولی خب نمیدونم حالا مشکل از کجا باشه، ولی من هر جا که رفتم تمام وجودم رو برای اون تیم گذاشتم.
مهدی نکته اگر داری اینو تموم کن. نه بفرمایید. الاتحاد کلبا جدیه؟ من پیشنهاد خیلی پیشنهاد دارم. پیشنهاد دارم از چند تیم اماراتی دیگه هم پیشنهاد دارم. حالا حوزه‌های دیگه، یعنی حوزه خلیج فارسیه، خود قطر هست، عربستان هست و حالا اونا پس اونا مطرح شده. بله. ای خود شفافتن، یعنی خود آقای فرد مجیدی تماس گرفت؟ میگم من مدیر برنامه‌ام خیلی پیگیریم. حالا من خب با آقا فرد خیلی در ارتباطم، یعنی شاید دو هفته سه هفته یک بار حداقل با هم صحبت میکنم. حالا چه اینجا باشم چه اونجا باشم، هر جایی باشم با هم صحبت میکنیم و خیلی جویای حال منه و من پارسال هم بهش تبریک گفتم. خب یه عملکرد خوب داشت و یکم بدشانسی به نظر من. امیدوارم که امسال بتونم بدشان موفق باشم. یه نکته دیگه ای رو ببین، تو میای استقلال، قبل از استقلال ایران جوان، خب صحبت این میشه که از هلند اگر اشتباه نکنم پیشنهاد داری و خودت مصاحبه که آخرین بار فکر کنم تلویزیون بود مال چند سال پیشه، میگی من از رادیو فهمیدم بهم نگفتن. بعد همونجا سال اولیه که داری ازدواج میکنی ادامه میدی که میخوام برم اروپا. این ذهنیت اروپایی مهدی قائدی چه اتفاقی افتاد که ختم شد به امارات، شباب الاهلی و بعد برگشتن به استقلال؟ چون خودت میدونی قابلیتات و فرم بازی در اشل جهانی به چه صورته. دنیا الان رو بازیکنای مثل تو که یک مقابل یک کوین نبات برمیدارن واقعا حساب میکنه و احترام میذاره. من اون موضوعی که فرمودید دقیقا فکر کنم 14 سالم بود، من پامو پای چپمو توی مسابقه دیگه سه کشور بود تک به تک بود؟ نه شاهین بودم. شاهین آره. محمد محبی پاس داد بهم همون بازی. آره. تک به تک شدم با دروازه‌بان، دروازه‌بانو دریبل زدم، ولی دروازه‌بان با کل فکر کنم من اون موقع مثلا 35 40 کیلو بودم، تو اون زمان دروازه‌بان 120 کیلو بود. با 120 کیلو وزن افتاد روی مچ پای من. و همونجا مچ پای من شکست و یعنی یه چیز خیلی وحشتناکی بود. یعنی خود متین کریمزاده بود اون موقع، متین اولین نفری بود که اومد بالا سر من، اومد بالا سرم، اصلا منو کدید، گریهش گرفت خود به خود، مچه پیچیده. آره بود مچه، اصلا مچم لق شده. آره. بود. حالا خیلی اتفاق خیلی بدی بود، کل عضروف پای من خورد شده بود اون موقع. منو از اونجا فکر کنم کرمان بودیم، کرمانشاه یادم نمیاد دقیقا، منو انتقال دادم بیمارستان و گفتن که باید بمونی اینجا عمل کنی. مسئولین باشگاه شاهین بوشهر نذاشتن که من اونجا عمل کنم، گفتن نه ما خودمون دکتر داریم. منو با ماشین فرستادن تا بوشهر، فکر کنم یه 10-12-13 ساعتی تو راه بودم تا برسم. خیلی از فوتبالیستا حتی تو سنین بالاتر تو شاید حرفه‌ای تر وقتی که مصدوم میشن فوتبالشون تموم میشه. شما تو 14 سالگی تونستی ماشاءالله. آره. بعد من اومدم بوشهر رو عمل کردم، دکتر خیلی خوبی هم داشتم، از شیراز بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، عمل کرد منو. بعد گذشت تا رسیدیم به اون موضوعی که رادیو من نشینه بودم، نمیدونم یکی از فامیلامو شنیده بود، گفته بود که دوید اومد خونه ما، به من گفت که مهدی تو پیشنهاد داری از هلند؟ گفتم نمیدونم. گفت همین الان رادیو گفت با مدیرای شهاب علی صحبت کرده بودن و چیز مروش چیز شاهین بوشهر صحبت کردن، گفتن نه مهدی سرمایه ماه و ما حالا حالا باش کار داریم و نمیخوایم فعلا به این راحتی از دستش بدیم. اصلا تفکر اروپا بوده قطعا. اونجا ضربه خوردی، ناراحت شدی، چرا به من نگفتید؟ این تفکر کجا عوض شد که رسید به امارات؟ یعنی بی تعارف درآمد واسه همه ما جذابه، واسه هممون، یعنی اینی که میگه آقا چرا فلان، ولی واسه تو هم این درآمده باعث شد بری امارات؟ خواسته همسر محترمتون بود بری امارات یا نه دیدی شاید با توجه به شرایطی که داری اروپا خیلی سخت باشه؟ خب اول یه موضوعی بگم بعد برسیم به همون اصلش. من همسرم واقعا هیچ موقع توی کار من دخالت نمیکنه، هیچ موقع. تو گوندوغان همسرشون خیلی دخالت میکنه. نمیدونم ولی خب مثلا همسر من اگر بهش بگید مثلا الان که یه جایی هم دخالت بکنه، آره نه اونا که جای خود داره نظر میدن، ولی خب آخر تصمیمشو من میگیرم. یعنی هر موقع مثلا من بهش بگم استقلال یا مثلا هر تیم دیگه میگه استقلال،
اینقدر استقلال دوست داره و یعنی با جو ایران خیلی راحت تره. چقدر عالی. من نمیدونم تو فضای مجازی همیشه پخش میشه که میگن همسر مهدی نمیذاره بره، نمیذاره بمونه، این کارو نمیذاره بکنه، اون کارو. و نه، من میگم این یه سری حواشی که خود رسانه ها انجام میدن. مشورت میگیدم و کارو خود آره 100%. خب منم بالاخره باید آرامش مشورت پذیری نیست واقعا. فوتبال آره. چیزیه که تو نمیتونی خودش. بالاخره خب جزی از خانواده منه و من باید تأمین کنم اون آرامش رو براشون. دقیقاً. حالا خیلی چیزای دیگه هم هست. حالا من میگم من اماراتو پیشنهادش که اومد، من که با استقلال قرارداد داشتم و من هیچ جوره نمیتونستم اون زمان از استقلال جدا شم و با جدا شدن من یه پول خیلی خوبی به باشگاه میرسید، یعنی یه مبلغی بود که میتونست هم بدهی آقای سراماچنی، خیلی بدهی‌های دیگه و جذب بازیکنای خیلی خوبی میتونست. یعنی تو امارات باشه. قبول کردی که به استقلال پولی برسد و مشکلها حل بشه؟ من قبول نکردم اون چنان که یعنی دلم میخواست، ولی خب مجبورم بودم. چون من واقعا پول استقلال اومد دقیقا. حالا همه مبلغی رو میگن، یعنی 1,800,000 یکی میگه دو، ولی چی پولم بگید به درهم یا دلار خودش قصه ای به یوروه. به یوروه 1,800,000 یورو بود فکر کنم اشتباه نکنم. من نمیدونم اون پول چی شد، یعنی اون پول میتونست کل بدهی‌های باشگاه رو صاف کنه. آقای مددی هم اون موقع به این مبلغ اشاره کرد، همون زمانی که داشتی میرفت. حالا من نمیدونم دست کی رسید واقعا، چون من سر در نمیارم تو این کارهای مدیریتی. واقعا نمیدونم چه اتفاقی افتاد که اون پول اصلا ناپدید شد و هیچ کس هم دیگه پیگیر اون نشد. میدونی الان چی جالبه برا من؟ شما میگی من اونطوری که دلم میخواست از استقلال جدا نشدم، چون حالا گزینه‌ای که جلوم بود ولی پول خوبی گیر استقلال میومد، قطعا پول خوبی هم گیر تو میومد. پولم به فرقی پولم اومده واسه استراماچون اینا، شما بعد آخر سر استراماچون آسیا امسال هست شدی. بله من اصلا من خب واقعا دوست دارم تو آسیا بازی کنم دنبال. خیلی خب هدفای خیلی بزرگی دارم حالا تو زندگیم برای خودم جدا کردم و یعنی خیلی دوست داشتم استقلال تو آسیا باشه. سال پیشی که من اومدم من میتونست یعنی زندگی همه بازی کنم، خود هوادارا و با اون تیمی که ما داشتیم، با اون فوتبالی که ما بازی میکردیم، میتونست نمیدونم چجور شاید یه اتفاق خیلی خوبی میتونست تو آسیا بیفته برامون. حالا به عقب برگردید، دست خودتون باشه به امارات برمیگردید و آینده الان دلتون باشه، دنیا دست شما باشه، استقلال اروپا یا امارات؟ من خیلی سوال خوبی هم پرسیدم. من استقلال خیلی دوست دارم، یعنی همیشه هم گفتم تو مصاحبه هم گفتم استقلال تیمیه که باید از همه لحاظ خوب باشه، حالا استقلال یا پرسپولیس. ولی وقتی هیچ امکاناتی نداره باشگاه، حالا خب ما به عشق هوادارا، به عشق اون خدمتی که داره، یعنی همیشه جونمون و صدمون رو گذاشته بودیم، یعنی همه بچه‌ها. یعنی امسال ما یه جوری بود که فکر کنم بدترین سال پرداختی باشگاه استقلال بود. یعنی شاید اگه ما پرداختی خیلی خوب یا مثلا یه سری امکانات جزئی خیلی خوب داشتیم اول فصل میگم، شاید خیلی فرق میکرد برای ما. یعنی ما بازیکنامون انقدر از لحاظ ذهنی به هم ریخته بودن، یعنی این میرفت ماشین میفروخت، اون میرفت خونه شو میفروخت، نمیدونم خونه اجاره کرده بودن پول اجاره رو میگرفتن یه ضرری میدادن میرفتن یه جا کمتر اجاره بدن. اصلا خیلی وضعیت مثلا من پیش خودم خنده‌دار، بازیکنم من با موتور بیاد سر تمرین یا مثلا اسنپ بگیره، بازیکن استقلاله. حالا چند درصد گرفتید این فصل از قرارداد این فصلتون؟ من خیلی از قراردادم مونده. خیلی جدی میگی؟ خیلی. نه چند درصد گرفتید؟ درصدی 50 نه مثلا شاید به 20 هم نمیرسم من. نه بابا تو 20 درصد از قراردادت هم نگرفتی؟ مهدی ما میش؟ حالا خدا آقای کرمی اگه در جریان باشن حالا خودشون صحبت میکنن. تو 20 درصد هم از قراردادی که با سقل بسیر رو نگرفتی؟ 20 درصد هم نگرفتم هنوز من. با اعتصاب آپشن های ممزوج با همه چی؟ همه چی عدد با اون آپشن هم شامل شده دیگه. کلیه. و من این موضوع آقای فتح‌الله‌زاده و آقای آجولو که قرارداد من رو کردن توی برنامهشون و پس اون حرفایی که زدن حالا ما اینقدر قرارداد بستیم، خب شاید اون مبلغ نبوده باشه و
یه سری قولا به من دادن. من که حالا یک بارم صحبت نکردم که من پولمو نگرفتم امسال یا مثلا پول منو نمیدن، هیچ وقتم راجع به پولم صحبت نکردم. مثلا اینکه میگفتن بازیکن استرا آقای فتح‌الله زاده مصاحبه میکرد، آقای کریمی بعضن مصاحبه میکرد، میگفت بالا یه مثلا فلان درصد گرفتن، پس کی گرفته؟ تو که دیگه جزء مثلا تاپ ترین بازیکن ها بودی، آلا... بعد تیمای دیگه آره خیلی بازیکن ها شاید 60 درصد 70 درصد آره هر چقدر که تونستن گرفتن. مثلا نوش جونشو من مشکلی ندارم با این موضوع، ولی من اون قراردادی که بستم من فکر کردم خب واقعا یه سال رفتم اونور بازی کردم، خب همه چیز روی حساب کتاب بود، یعنی به تاریخ به اینجوری پرداخت میشه. و من روزی که صحبتم کردم دقیقا همینجوری بود که مثلا قرار شما اینجا اینقدر بگیری اینقدر بگیری تا آخر فصل. خب داشتید اینو جواب میدادید دیگه که حالا با همه این تفاصیل و تفاصیل استقلال امارات یا اروپا؟ گفتم دیگه اگه شرایط هم یعنی این شرایط اوکی باشه من قطعا همیشه استقلال انتخاب میکنم. که الان و... آره. اوکی نیست کجا اصلا... نه خب مثلا باید ببینید مثلا الان امسال آقای کریمی اومدن خیلی خودشون شاید از بیرون دیده باشن مشکل زیاده، ولی الان که اومدن یعنی تو اون بره زمانی که مدیریت استقلال رو قبول کردن اصلا این چیز یعنی نمیتونم افتضاح یعنی مگه میشه بیایم سر تایم آب نداشته باشیم؟ یعنی این دیگه خیلی چیز بدی میتونه باشه برای یه باشگاه بزرگ، آب سر تمرین نباشه. ببین الان مشکلی که داری میگی مثلا خیلی مثلا مهدی یه دوران آیا آجرلو میگه و قراردادا فلان اینا، بعد ایشون براتون میگردونن یه قرارداد با تو میبندن، قاعدتا مبلغش رو نه دوست داری بگی و نه من میخوام ازت. آقای فتح‌الله زاده رو همین صندلی اومدن نشستن گفتن 60 درصد پرداخت شده به بازیکنان استقلال. بله. 60 درصد وقتی میگن میانگین، خب تو ذهن هوادار میاد که آقا مثلا یکی مثل مهدی قائدی حداقل 72 درصد رو گرفته دیگه به عنوان. پس چرا موقعی چی نگفتید؟ دقیقا همین موضوع که تو برنامه زنده هم گفتن آقای فتح‌الله زاده، من صحبت کردم گفتم گفته بودن که بازیکن‌ها 60 درصد گرفتن، بعد یه سری اسم بازیکن‌ها آوردن که گفتن اگه پول نگیرن بازی نمی‌کنن و اصلا آره. این موضوع آره. پیش اومده بود. دقیقا من همون موقع آقای کریمی هم اینو آره. مطرح کرد، صحبت کردم گفتم که من هنوز زیر 10 درصد پول گرفتم، چجوری دارم میگن 60 درصد؟ بعد نمی‌دونم رو چه حساب کتابی اصلا خودشون این حرفو زدن. و من حالا زیادم وارد بحث مالیش نمیشم، میگم اون امکاناتی که باید باشگاه داشته، یه سالن غذاخوری، یه سالن جیم خیلی خوب که بدنسازی هم باشه، که بازیکن ها یه چیزی معمولیه که برای هر باشگاهی باید این اقدامات انجام بشه. و ما آخر فصل بود دو بازی دیگه مونده بود با تراکتور و پرسپولیس جام حذفی، سالن جیم ما تازه تموم شده بود، بعد هنوز دستگاهی هم وارد نشده و الان تازه دارن این سالن رو انجام میدن، سالن ناهارخوری میذارن. بعد خب سالن رو بعد ببینید سالن جیم انقدر کوتاهه که من بپرم سرم میخوره. اوه اوه. شما بله من بپرم سرم میخوره به سقف. حالا نمیدونم بقیه بازیکن‌ها چه جوری میخوان استفاده کنن از این. الان با این وضعیت پس موندن تو فصل آینده در استقلال تقریبا محاله، چون 80 درصد فصل قبلت مونده، فصل بعدت هم که باید یه قرارداد قابل توجه باشه. ببین من حالا بحث مالیشو بذاریم کنار، خب بحث مالیش من اگه به خودم باشه زیاد جدی نمیگیرم، ولی چون من فکر خانواده ام نه جدی دارم میگم، من خیلی استقلال دوست دارم. حالا دوستان من، حالا اطرافیان من، حالا اونایی که با من بودن میدونن من واقعا یعنی قلبا از نمیدونم چه جوری بگم خیلی استقلال دوست دارم، من همیشه همین موضوع رو میگم، ولی شما فوتبالیست حرفه‌ای به هر حال باید من فکر الان فکر خانواده ام باید باشم دیگه، یعنی خودم تنها نیستم، همیشه هواداری استقلال به من لطف داشتن، همیشه هم خیلی پیام‌های خیلی خوبی به من میدن قبل از قرارداد، حالا بعد از موقعی که اصلا نبودم استقلال. ولی میگم با این وضعیت خب حالا آقای کریمی امسال اومدن خیلی قولای خیلی خوبی دادن، حالا یه سریاش عمل کردن، حالا قراره وضعیت باشگاه رو خوب کنن، یه سری امکانات جدید وارد باشگاه بشه و من حالا تو چند وقتی که بودن سعی تلاششون رو دیدم واقعا زحمت کشید. خیلی زحمت کشیدن که حالا خیلی پولا جور کردن، خیلی صحبت‌ها، خیلی اسپانسرها، حالا ایشالا که امسال خوب باشه و من هنوز که هنوز واقعا تکلیفم مشخص نیست و امیدوارم که حالا هر اتفاقی میفته خوش باشه به طرف باشه. آقای جواد نکونام شناخت دارید؟ چون میدونم بازیکن روی روانی هستی، یعنی از نظر ذهنی باید آماده بشی اگه قرار تو استقلال باشی، رو تفکرات آقای نکونام اصلا با هم ارتباطی تا داشتید؟
ارتباط که نه، ولی خب من خیلی احترام قائلم برای آقای نکونام و همینجور مربیای دیگه که بودن استقلال یا هر جای دیگه که مربی من بودن. و من فکر میکنم الان در حال حاضر، حالا مربیایی که نیستن یا نبودن یا تیم داشتن، به نظر من آقای نکونام بهترین گزینه بود برای استقلال. همین که هوادارا دوستش دارن و همین که خودش استقلال بوده و استقلال رو میشناسه و این خیلی میتونه بهش کمک کنه توی این مسابقاتی که امسال در پیش رو دارم و من آرزوی موفقیت میکنم براشون. میگم مربی که استقلال رو میشناسه و بازی کرده خیلی میتونه موفق باشه، یا تا مربی که جدید وارد باشگاه استقلال میشه، چون خیلی حواشی داخل باشگاه استقلال پرسپولیس هست، تا بخواد باهاش کنار بیاد شاید زمان ببره، ولی مربیایی که شناخت دارن خیلی راحت‌تر میتونن این کارو انجام بدن. مهدی تو پنالتی گیر بهتری هستی یا مهدی طارمی؟ 100% مهدی طارمی. اذیت نکن من یه جاهایی ببین، یه جاهایی تو یه جوری میری خودت فقط خودت میتونی بگی بود یا نبود صادقانه، یعنی با صحنه آهستم نمیشه تشخیص داد که اینجا پای مهدی رو زدن یا نزدن و فوق‌العاده است این تو مواجه جریمه. خدای شنت از پنالتی ها رو تو گرفتی تا اینکه مدافع بزنه تو این فصل؟ همشو خودم گرفتم. همشو خودت؟ آره. خب دمت گرم. تو اون لحظه که دفاع خسته است، یعنی من خسته میکنم همیشه، حالا یعنی این سری صحبت ها حالا بعدها انجام میدم، الان موقعش نیست دیگه، تو ذهنیت خوبی که قرار نگیره تو اون موقع من تایمینگشو اصلا نمیدونم حسیه چجوریه، اون حسه رو به من میده، من اون لحظه تایمینگش، یعنی تو لحظه تصمیم میگیرم که میخوام چی کار کنم. سیاهی شب یهو مثل یه قاتل تق میزنه پنالتی. منتقدینتون میگن که توی فقط دربی ها بیشتر از اینکه دوست داشته باشید که تیم ببره، میخواید خودتون پنالتی بگیرید و تکروی کنید که اسمتون سر زبونا باشه. اینو منتقدین میگن، قبول دارید؟ نه واقعا قبول ندارم. ببین دربی من همیشه هم میگم من همه کار میکنم که فقط اون بازی رو ببرم، برام مهم نیست کی گل میزنه کی پنالتی میگیره، یعنی مهم اونی که ما دربی رو ببریم. نمیدونم چقدر تا بعدش خوشحالیم، نمیدونم. من آقا تکروی یا حالا هر چیزی که دیگه اسمش میذارن، من مربی این دستور رو به من داده که آقا شما باید اینجوری بازی کنید و سلیقه مربیه. من نمیتونم از خودم بخوام مثلا هر کاری دلم بخواد انجام بدم. من در مورد امیر قلعه‌نویی میخوام ازت بپرسم، اول بهمون بگو کار با امیر قلعه‌نویی چطوره؟ شما اردوی اول با روسیه کنیا رو دعوت نمیشی، این اردو دعوت میشی، بعد فیکس بازی میکنی و فکر میکنم حالا دیگه فضا تو تیم ملی برات روشن‌تره. خب اول اینکه قهرمانی جام کافا رو تبریک میگم. ما هم به شما تبریک. مرسی قربون شما، به همه مردم عزیز و امیر خان که تو اولین دوره بعد از چند سال که نبودن اومدن و یه قهرمانی، به نظر من حالا خیلی ها میگن مهم نبود، ولی من میگم مهم بود این قهرمانی. روانی هم اهمیت داشت. بله شاید تو بهتر بتونی توضیح بدی. امیر خان خب واقعا یک مربی خیلی بزرگه و من همیشه دوست داشتم باهاشون کار کنم و من قبل از که ایران جوان، یعنی ایران جوان بودم اومدم اردو تیم ملی جوانان، من با امیرخان صحبت میکردم، یعنی اون موقع منو کشوندن کنار با من صحبت میکردن، خیلی از دوستای خوبشون رو به من معرفی کردن و خیلی به نظر من مرد بزرگیه، مرد مهربونیه. نه نه اصلا، ولی خب شنیده بودم تعریفاشون، حالا خیلی از بازیکن‌ها باش کار کرده بودن. خصلت اخلاقیش چیه؟ مهمترین شاخصش چیه امیر قلعه‌نویی به نظر جذبه‌ای که داره؟ این جذبه‌ای که داره خیلی میتونه کمک کنه و به نظر من حالا تو این چند سال میگن آقای کیروش، حالا یه سری اسم میبرن میگن جذبه داشته تیم ملی موفق شد، ولی میگم امیر خان خیلی جذبهش بیشتر از هر کسی دیگه. بله و میتونه خیلی کمک کنه به تیم ملی و حالا امیدوارم که توی مراحل بعد حالا موفقیت های بیشتر ببینیم و حالا هدفمون خیلی بزرگه همسال، یعنی تو این جام ما فقط به جام ملت ها فکر میکردیم. چه خوب فقط به قهرمانی جام ملت ها فکر میکردیم. چه وعده قهرمانی داد واقعا؟ خیلی سخته وعده دادم، ولی خب با تیمی که داریم با کادر فنی که هستن میشه، واقعا تیم خیلی جوان و سرحال و با کیفیتی داریم و میتونیم خیلی کارا انجام بدیم به نظر من. حالا امیدوارم که
حالا تو فیفا دهه‌های بعدی یا حالا تورنمنت یا هر چیزی که هست بیشتر اون تیم ملی که مردم دوست دارن رو نشون بدیم. حالا ایشالله که حالا یه سری بازی ها هست به نظر من میتونه خیلی کمک کنه به تیم ملی. مهدی مثلث تو، محمد محبی، مهدی طارمی، مثلث تمام بوشهری و کشنده، میرسید بهش تو تیم ملی؟ ایشالله. و من خیلی میگم به این تیم ملی خیلی دلم روشنه، یعنی یه اتفاق خیلی خوبی قراره بیفته. و من محمد یالا مهدی فرق نمیکنه که من دوست دارم فقط موفقیت تیم ملی رو ببینم. حالا اگر بازی کنم که با تمام وجودم بازی میکنم برای تیم ملی کشورم و ایشالله که حالا هرچی خیر اتفاق بیفته. آقای کاظم زاده از مثلث صحبت کرد، من عاشق زوج سازیم. زوج مورد علاقتون تو استقلال دیاباته، علایار، صیاد منش یا محبی؟ قطعا محبی. قطعا محبی. بله. خب چون محمد من 11 ساله با هم داریم بازی میکنیم دیگه. همونجوری که همیشه میگه چشم بسته ما همو پیدا میکنیم. واقعا همینجوره. یه حس دو طرفه‌ای که بینمونه. واقعا من این رفاقت بیرون زمین هم هست؟ 100%. مهمترین خاصیتش چیه؟ یکیش خب همشهری بودنه، یکیش خب نه شخصیشو میگم، خصلت اخلاقی شخصی محمد. به چی میشناسیش؟ دوباره امیر خان قدیم سوال خوبیه. آخه محمد اخلاقی با من 1000 درجه متفاوتیم کلا. خب نداره اون تو رو بسر چیزا میشناسه تو اون رو بسر چیزا میگم دیگه. محمد خب خیلی بچه خیلی خوبیه، دل پاکی داره و من واقعا خیلی اذیتش میکنم. نمیدونم چرا و نمیدونی همیشه هم میگه تنها کسی که منو اذیت میکنه خوشم میاد توی خوشش هم میاد. آدم تو زمین شما رو میبینه فکر کنه با یه بازیکن شیطون و مثلا اینجوری طرفه. الان این آرامش در پاسخ دادن، این خوب حرف زدن، این ناشی از چیه؟ خب من حالا شاید خوب نباشه بگم ولی همیشه هم یه حرفا رو میزنم مردم یه حرفی توش در میارن. آره من مدیون خانومم هم هستم، همیشه این آرامش رو به من داده، به من اعتماد به نفس داده. خیلی خوبه، ممنونم ازش. آقا تو یک کپ بازی اینجا سر تو یه قلب زده بودی، اون چی بود فلسفه‌اش؟ با مو در آورده بود. خب این تری بود که دوست داشتم از مثلا یه تری رو برای خودم نگه دارم. حالا اون بازی خوب پیش نرفت برای من. من خودم میگم آدم خرافاتی هم هستم. آدم خرافاتی آره. هستی؟ آره. خب نه اگه اون اتفاق اون بازی برای من یه واکنش یه ریاکشن خیلی خوبی داشت قطعا این هیچ وقت پاک نمی‌کردم. ولی نداشت پاک کرد. آره سری پاک کردم رسیدم خونه. خیلی حالا خوششون اومد، خیلی حالا انتقاد کردن، ولی خب میگم من همیشه برای دل خودم انجام میدم کاری که خوشم میاد. سقف آرزوهاتون تو فوتبال چیه؟ سقف آرزوام از بچگی بخوام بگم، بله دوست داشتم، واقعا میگم ها، یعنی شاهدشم هست که بخواد بگه یعنی تایید کنه این حرف من، دوست داشتم برسم استقلال. پندار توفیقی و دوستانش به شما زنگ زدن درسته؟ رفتم اونم به تیم ملی رفتم بوشه برسم استقلال، برسم تیم ملی، شماره 10 تیم ملی رو بپوشم، شماره 10 استقلال رو بپوشم، برسم اروپا. حالا من خیلی دوست داشتم، حالا اسم تیمش رو نمیارم، حالا ضبط قطع شد میگم، جام جهانی بازی کنم انشالله به تک تکش برسیم. آره و جمله تا قهرمان شدید انشالله 100%. و این که دوست دارم، یعنی دوست دارم که جداست تو 2-3 سال آینده حتما توی تیم خوب اروپایی، حالا تو فکرم چون برنامه ریزیم همینجوری، حالا شاید یکم دیر شده باشه ولی قطعا تو 2-3 سال دیگه حتما به اروپا میرم. با توجه به نزدیکی به محمد محبی اینم مزد بپرسم سری، این که میره سانتا کلارا برمیگرده یا استقلال میمونه؟ وضعیت محمد به نظر من مشخصه، یعنی خب باید مثلا یه مبلغی رو به باشگاهشون بدم، محمد بازیکن آزاد میشه و حالا هر تیمی که محمد بخواد، حالا استقلال نمیدونم صحبت کردن یا یعنی من زیاد در جریان نیستم و هیچ وقت هم دخالت ندادم خودم و تو کارهایی که خیلی پسری مورد با هم آره مثلا برم بگم آقا تو رو خدا بیا با هم بریم اینجا یا مثلا اون بازیکنو یا هر کسی دیگه، چون خصوصت هم هر کی دوست داشته باشه، من دوست ندارم جای کسی دیگه تصمیم بگیرم. حسرت پنالتی که به سه تو سن حسینی دادی رو نمیخوری؟ نه اصلا، چون آقای گل میشدی؟ نه اصلا مهم نیست و میگم تو
شرایطش بعد قرار بگیره. من میتونم حسرت خیلی چیزای دیگه بخونم که قبلا از دست دادم. آره. در مورد سید حسین فکر کنم باید صحبت کنیم، حقش نیست واقعا این فشاری که روش داره میاد. و بابا این دروازه‌بانی که فصل پیش استقلال و واقعا یکی از مهرهای تاثیرگذار بود تو قهرمانیش، نظر تو چیه مهدی؟ خب سید حسین خب جز یکی از بهترین گلرهای ایرانه. من دیگه توی جام جهانی، خب دیگه مگه گلری که جام جهانی بازی میکنه، حالا چند سال استقلاله، دو سال کاپیتان استقلاله، تجربه خیلی خوبی داره. من همیشه هم گفتم سید هر موقع از لحاظ ذهنی آماده بوده همه بازیامونو برامون درآورده. من به چش دیدم باش هم تیمی بودم و خیلی سخت کار میکنه. این یکی از موضوعاتی که همیشه من به بازیکن‌ها میگم، میگم تنها دروازه‌بانی، حالا تنهاش که نه ولی خیلی، اگه سر فصل بعد تو سرمربی بودی سیدو نگه می‌داشت یه بلی آخر. حالا من مربی نیستم، حالا برسم به از شما خیلی تشکر میکنم اینقدر خوش صحبت دیشب به خاطر دعوت برنامه ورزشگاه احترام گذاشتید، پروازتون به امارات رو کنسل کردید که این در این برنامه حضور داشته باشید. واقعا ازتون ممنونیم. جمله پایانیتون؟ اول اینکه خسته نباشید میگم به شما و برنامه خوبتون. ممنونم. میگم به هوادار استقلال که ایشالله حالا چه باشم چه نباشم همیشه آرزوی موفقیت میکنم. ممنونم ازت. و آقا جواد که امسال یه تیم خیلی خوب رو ببنده و ایشالله که با قهرمانی هم تمام بشه. خیلی متشکرم. الهی حال دلتون خوب باشه، ورزشکار تندرست باشید، خدا نگهدار شما. خیلی ممنونم از اینکه تماشامون کردید. صمیمانه مهدی ازت تشکر میکنم. بینندگان محترم سربلند سرافراز باشید، در آرامش و امنیت. جمعتون بخیر، خداحافظ.